only thing we could. We set the world on fire. Gears Tactics به عنوان یه بازی استراتژی تاکتیکی نشون میده که مجموعه Gears تو سبک‌های بجز شوتر سوم شخص هم میتونه حرفای زیادی برای گفتن داشته باشه. با بررسی بازی همراه باشید. And it's time to go hunting. مایکروسافت از چند وقت پیش تصمیم گرفت تا سری محبوب Gears of War رو به سبک‌های دیگه هم ببره. تصمیمی که منجر به خلاصه تر شدن اسم مجموعه به Gears و منتشر شدن بازی مثل Gears Pop روی موبایل شد. اما در جدیدترین نسخه از این سری نوبت به یه بازی استراتژی تاکتیکی به اسم Gears Tactics رسید. بازی که سبک و سیاقش خیلی زود ما رو به یاد اثری مثل XCOM میندازه و این سوال برامون پیش میاد که آیا استدیو اسپلش دمیج موفق شده توی این سبک هم تجربه خوبی از Gears ارائه بده؟ After years of endless war, humanity had finally found peace. Until Emergence Day. هرچند توی بازی‌های استراتژی تاکتیکی خیلی کسی دنبال داستان پرجزئیات و درجه یک نمیگرده، ولی Gears Tactics توی این زمینه کاملا سربلند بیرون میاد و مثل اجداد شوتر سوم شخصش اهمیت ویژه‌ای برای روایت داستان قائل. داستانی که وقایع اون قبل از اتفاقات نسخه اول فرانچایز رخ میدن و یک سال بعد از امرجنس دی و ظاهر شدن لوکاستا با شخصیت گابریل دیاز آشنا میشیم که دقیقاً تو روز شلیک‌های وحشتناک هامر آف داون به مأموریت ویژه فرستاده میشه. داستان بازی با ارجاعات هوشمندانه به نسخه‌ها و شخصیت‌های دیگه مجموعه و همینطور معرفی کاراکترهایی که پرداخت قابل قبولی دارن حتی خیلی بیشتر از چیزی که انتظار میره جذابه و شاید توی ظاهر صرفاً تلاش شخصیت‌های بازی برای کشتن دشمنی به اسم اوکان به نظر برسه، ولی در عمل پیچیده‌تر و عمیق‌تره. اما مهمترین ویژگی Gears Tactics که میتونه برگ برنده اون یا عاملی برای شکستش توی این سبک باشه، گیم پلی و چگونگی پیاده کردن مکانیک‌های تاکتیکیه که خب اسپلش دمیج توی این زمینه هم تا حد خیلی زیادی سربلند بیرون اومده. تو اولین برخورد با بازی و اگه قبلا XCOM 2 رو تجربه کرده باشین، متوجه شباهت‌های خیلی زیاد بین این دوتا بازی خواهید شد که البته اصلاً به خودی خود اتفاق بدی نیست، چرا که Gears Tactics با وجود الهام گرفتن از یکی از بهترین‌های این ژانر، یه سری تغییرات و بهبودهای منحصر به فرد رو هم به این فرمول موفق اضافه کرده تا نتیجه نهایی اثری شدیداً تاکتیکی، عمیق و بی نهایت سرگرم کننده باشه. کنترل سربازهایی که توی کلاس‌های مختلفن با آزادی عمل خیلی خوبی تو میدان نبرد همراهه و بازی کاملا دست مخاطب رو باز میذاره تا توی نوبت خودش تاکتیک‌های مختلفی رو با کنترلرهای کاربردی بازی پیاده کنه، اتفاقی که نتیجهش تنوع بالای روش‌هایی که میشه باهاشون مراحل رو تموم کرد و این قضیه حتی ارزش تکرار خوبی هم به بازی میده و بعد از تموم کردن اون میتونید روی درجه سختی‌های بالاتر و این بار با استراتژی‌های کاملاً متفاوت از دفعه قبل تجربهش کنید. کنار تنوع بالای استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها توی بازی، عناصر نقش‌آفرینی اون توی قالب ارتقای شخصیت‌ها هم خیلی خوب پیاده شدن، به طوری که با بردن نیروها به نبرد و کسب XP می‌تونین مهارت‌های اونا رو ارتقا بدین یا از تجهیزاتی که به دست آوردین برای قوی‌تر کردنشون استفاده کنین. یکی از ویژگی‌های خیلی جذاب بازی توی زمینه ارتقای نیروها، گستردگی واقعاً بالای مهارت‌هایی که میشه برای کلاس‌های مختلف باز کرد و در نتیجه شما ممکنه دو سرباز از کلاس یکسان رو داشته باشین که مهارت‌های کاملاً متفاوتی نسبت به هم دارن و در نتیجه هر کدوم برای نوع خاصی از مراحل به دردتون می‌خورن. به مراحل اشاره کردیم و اجازه بدین یکی از مشکلات اصلی و شاید بشه گفت مهمترین ایراد اون رو هم بگیم. اسپلش دمیج با اینکه خیلی خوب سری Gears رو به سبک استراتژی تاکتیکی آورده، ولی اشتباه اصلیش تأکید بی مورد برای طولانی تر کردن بازیه.
به طوری که گیرز تاکتیکس در کل 22 مرحله اصلی و تعدادی هم مرحله فرعی داره که البته حالتی اجباری دارن. این قضیه به خودی خود اصلا یک ایراد نیست، ولی مشکل از جایی شروع میشه که بدونیم تنوع مراحل بازی به شکلی نیست که کشش این حجم رو داشته باشه و در نتیجه مخصوصا از اکت دوم بازی به بعد با تعداد زیادی از مراحلی روبرو میشیم که خلاقیت خاصی ندارن و صرفا چند سناریوی محدود مثل فرار از بمباران و جمع‌آوری کیف، کشتن تعداد مشخصی از دشمنا یا آزاد کردن گروگان‌ها رو توی محیط‌های مختلف به تصویر می‌کشه. درسته که تنوع خوب دشمنا و جذابیت هسته اصلی گیمپلی باعث میشه تا حتی توی این دور تکرار هم خیلی از بازی زده نشیم، ولی این مورد چیزی هم نیست که بشه نادیدش گرفت. یکی دیگه از مواردی که خیلی راجع به گیرز تاکتیکس دوست داشتیم و اصالت خوبی هم به بازی داده اینه که با وجود تغییر سبک نسبت به نسخه های دیگه مجموعه، کماکان با اثری هستیم که امضای همیشگی و مهم مجموعه گیرز آف وار رو میشه توش پیدا کرد. از اتمسفر خاص و تا حدودی ترسناک این سری گرفته تا سبک طراحی محیط ها و همینطور مکانیک های مخصوصی چون سنگرگیری ها و خشونت ذاتی بازی، به طوری که گیرز تاکتیکس کماکان اجازه سلاخی لوکاسا با اسلحه هایی مثل لنسر رو هم فراهم میکنه و سلاح‌ها یا تجهیزات منحصر به فرد این مجموعه رو هم در اختیارتون میذاره که مخصوصا برای طرفدارای همیشگی شدیداً لذت بخشه. به اینها باید جلوه های بصری واقعا خوب و طراحی پر جزئیات بازی رو هم اضافه کنیم که تو ترکیب با جنبه های صوتی با کیفیت یه تجربه دیداری و شنیداری قابل قبول رو هم برامون به ارمغان میارن که البته گاهی باگ های جزئی هم چاشنیش هستن. گیرز تاکتیکس اثری که از یه طرف اصالت مجموعه گیرز رو داره و از طرفی هم با الهام از اثری مثل اکس کام 2 و اضافه کردن ویژگی های خاص خودش تبدیل به یه بازی خیلی خوب توی سبک استراتژی تاکتیکی شده. بازی که تجربهش برای طرفدارای مجموعه یه ضرورت و برای علاقه‌مندان به این سبک هم واقعا لذت بخشه. هرچند که بازی مشکلاتی هم داره، ولی در مجموع با اثری طرفیم که میشه بعد از تمام کردنش بی صبرانه منتظر دنباله احتمالیش موند. پس با در نظر گرفتن این نکته و همینطور مزیتی مثل رایگان بودن بازی روی سرویس گیم پس، پیشنهاد میکنیم تجربه گیرز تاکتیکس رو به هیچ وجه از دست ندید.